سلام بر شما، به ویژه برنامه خبری ما خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. برنامه امروز را اختصاص دادیم به روند کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد جمهوری اسلامی. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد. پیش از آن اما در گزارشی به تحلیلی از خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران می‌پردازیم که عمده دلیل این کاهش را ضعف دیپلماسی جمهوری اسلامی عنوان کرده است. بر اساس گزارش‌های منابع خبری، قیمت جهانی نفت و به دنبال آن قیمت نفت ایران از ژوئن 2014 روندی نزولی را طی کرده و در نتیجه درآمد تولید کنندگان نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اوپک، قیمت نفت سنگین ایران از ژوئن 2014 حدود 50 دلار کاهش یافته و از 107 دلار و 45 سنت در ماه ژوئن به حدود 58 دلار در اواسط دسامبر 2014 رسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، با فرض صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت ایران طی ماه‌های ژوئن تا نوامبر و با توجه به متوسط قیمت‌های ماهانه نفت ایران، کل درآمد نفتی کشور در این دوره 17 میلیارد و 106 میلیون دلار برآورد شده است. بر همین اساس زیان اقتصادی ایران در پی کاهش جهانی قیمت نفت در ماه‌های ژوئن تا نوامبر بالغ بر 2 میلیارد و 235 دلار ارزیابی شده و درآمد نفتی ایران در این بازه زمانی 11% کاهش یافته است. چنانچه قیمت نفت در سطح 107 دلار و 45 سنت باقی می‌ماند، درآمد نفتی 19 میلیارد و 341 میلیون دلاری در ماه‌های ژوئن تا نوامبر عاید ایران می‌شد. از اول ماه دسامبر برابر با سوم آذر افت قیمت نفت شتاب بیشتری گرفته است و در اواسط این ماه هر بشکه نفت سنگین ایران در برابر 58 دلار معامله می شود. اگر همین سطح قیمت برای نفت ایران تا پایان سال 93 حفظ شود، کل درآمدی که ایران از فروش نفت به دست می آورد بالغ بر 6 میلیارد و 786 میلیون دلار خواهد بود. در لایحه بودجه سال 94 که به عنوان نخستین بودجه دولت 11 آذر ماه سال جاری به مجلس ارائه شد، قیمت نفت در سال 94 معادل 72 دلار پیش بینی شده است. همچنین در بودجه سال آینده به گفته رئیس جمهور حسن روحانی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی 30% کاهش یافته است. به ادعای خبرگزاری تسنیم، بسیاری از تحلیلگران انگشت اتهام را به سوی دیپلماسی نفتی کشور دراز کردند و معتقدند دستگاه نفتی کشور در استفاده از ظرفیت‌های کشور برای مقابله با سقوط قیمت‌ها با جدیت عمل نکرده است. این گزارش مدعی است که با وجود کاهش قیمت نفت، دستگاه نفتی ایران اراده مؤثری از خود برای مقابله با این روند نشان نداده است. وجود جریانی در بازار نفت به رهبری عربستان سعودی دیگر علل کاهش قیمت نفت از سوی این خبرگزاری عنوان شده که با اهداف و اغراض سیاسی بر تبل کاهش قیمت نفت میکوبد. در این گزارش همچنین از به خدمت درآمدن برخی موضع‌گیری‌های مقامات نفتی ایران به نفع جناح مقابل یاد شده که باعث تضعیف بیشتر قیمت نفت شده است. خبرگزاری تسنیم اظهارات رئیس اداره بررسی‌های بازار نفت وزارت نفت را که منجر به کاهش بیش از 1 دلاری قیمت نفت شده را سندی برای این ادعایش عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، محمد صادق معماریان در جریان یک کنفرانس نفتی در دبی گفته بود شکست شدن همبستگی درون اوپک یا بروز جنگ قیمت منجر به یک شوک قیمتی قابل توجه می شود و قیمت نفت را به 40 یا 50 دلار می رساند. این گزارش تصریح کرده است بازار نفت تحت فشار روانی کاهش قیمت قرار دارد و بخش قابل توجهی از افت قیمت نفت ناشی از عوامل روانی و سفته بازی بوده است. وزیر نفت امارات چندی پیش گفته بود اگر قیمت نفت 40 دلار هم بشود، اوپک باز هم تولید خود را کاهش نخواهد داد. به اعتقاد این گزارش، سقوط قیمت نفت عوامل مختلفی دارد که افزایش تولید نفت آمریکا و اقدامات رژیم عربستان و تبلیغات رسانه‌های غربی از جمله دلایل هستند. و در این حال دیپلماسی ضعیف وزارت نفت ایران به آتشی که بر دامن قیمت نفت افتاده دامن زده است.
دولت حسن روحانی در شرایط بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد که قیمت هر بشکه نفت به 58 دلار رسیده است. شواهد تاریخی 3 دهه گذشته ایران نشان می‌دهد که همواره سیل درآمدهای نفتی دولت را به سمت بی‌برنامگی و ریخت و پاش گسترده سوق داده و کاهش درآمدها دست کم دولت‌ها را واداشته تا حدودی دخل و خرج خود را تنظیم کنند. اکنون دولت حسن روحانی با وجود تلاش گسترده یک سال گذشته برای رسیدن به توافقی بر سر پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها چاره‌ای ندارد جز آنکه همچنان امیدوار باشد تا قیمت نفت بیشتر از این کاهش نیابد و تا پیش از تابستان سال آینده بتواند با گروه 5 به علاوه 1 به توافق برسد. چرا قیمت نفت سر نزولی پیدا کرده است و تاثیر این کاهش بر اقتصاد ایران چیست؟ دولت روحانی برای کاستن از پیامدهای کاهش درآمد چه میتواند انجام دهد؟ این پرسش ها را با مهمانم آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه در میان گذاشتم و از ایشان پرسیدم علت کاهش قیمت نفت چیست؟ آیا این پدیده حاصل تصمیم سیاسی برخی کشورهای عضو اوپک است یا دلیل اقتصادی دارد؟ یک سلسله عوامل سبب شده که قیمت نفت در بازار پایین بره و علل اساسی اون رشته اساسی علل اقتصادی است. درست است که در بازار زیاد برخی دولت‌ها زیاد سر و صدا کردن که این توطئه است و نمیدونم کار عربستانه، ولی اساس قضیه این است که از یک سو عرضه نفت در بازار افزایش داره و در حدود 3-4 میلیون بشکه از سوی آمریکا اضافه شده. خود اوپک هم بیش از اونی که قرار داشته تولید بکنه تولید کرده. در نتیجه مقدار عرضه نفت بالاست، مقدار تقاضای نفت کاهش داره به علت کم شدن نرخ رشد اروپا، چین و برخی کشورهای دیگر. اینا علل اساسی هستن. از سوی دیگر تکنولوژی جدیدی که در آمریکا و کانادا و بعد در انگلستان وارد استخراج نفت شده سبب شده که مقادیر زیادی نفت شیل و نفت ماسه وارد بازار بشه و این روند صعودی خواهد داشت، به این معنی که افزایش این نوع تولید نفت برای آینده پیش بینی شده و برنامه ریزی شده. به این ترتیب مسئله عرضه و تقاضا با هم تعادل ندارن که در اونجا عرضه نفت بیشی گرفته، در نتیجه قیمت افت کرده. علت دیگر این است که عرض کنم دلار آمریکا به علت عرض کنم مدیریت پولی که در آمریکا انجام میگیره عرض کنم بالا گرفته قیمتش نسبت به ارزهای دیگه و نفت با دلار سنجیده میشه. وقتی دلار گرونتر بشه نفت خواه و نخواه ارزونتر میشه. یک عامل دیگر هم که یه عامل تکنولوژیکه این است که میادین جدیدی که امروز وارد بازار شدند هزینه تمام شده استخراج از اون میادین بسیار پایین تر است. یعنی تا 2-3 سال پیش این نرخ سعودی بود، ولی اکنون صحبت نرخ‌های نزولی در حدود 40 دلار برای بشکه و حتی 22 دلار برای بشکه در اطلاعات آماری مربوط به این میادین نفتی دیده میشه. آیا به نظر شما این روند نزولی ادامه دار خواهد بود؟ حداقل برای آینده قابل پیش بینی که 1-2 سال آینده باشه چنینه. عرض کنم عواملی میتونه در بازار نفت عرض کنم اتفاق بیفته، مثلا حادثه های بزرگ اتفاق بیفته یا نرخ رشد مثلا اروپا و چین برگرده به مثبت بشه، زیادی مثبت بشه، در این صورت ممکنه اندک تفاوتی بالا رفتن این قیمت نفت حاصل بشه و الا به لحاظ فنی در واقع تغییری که در بازار نفت انجام گرفته تغییر استراتژیکه و باید انتظار داشت برای سالیان آینده ادامه داشته باشه. در حالی که قیمت نفت به بشکه 58 دلار رسیده، بودجه امسال ایران بر مبنای بشکه 100 دلار محاسبه شده و بودجه سال آینده بر مبنای بشکه 72 دلار. این سقوط قیمت نفت به نزدیک 58 دلار چه تأثیر بر بودجه و اقتصاد ایران دارد؟ دولت ایران بودجه سال جاری رو یعنی برای سال آینده رو از بابت 72 دلار بسته و قیمت دلار، قیمت ریالی دلار رو هم از 2650 به 2850 بالا برده که بخشی از کمبود درآمد بودجه رو ترمیم میکنه.
ولی مسئله این است که قیمت 72 دلار برای بشکه قابل وصول نخواهد بود، برای اینکه همین امروز نفت ایران بالای 55 دلار فروش نمیره. در نتیجه دولت با کمبود بودجه، کسری بودجه بیش از آنی که مورد انتظارش هست روبرو خواهد شد. یعنی در واقع در بودجه جاری آن چیزی که کسری بودجه‌ای که ملاحظه میشه در حدود 25% که از طریق عرض کنم فروش دارایی های مالی و واگذاری عرض کنم دارایی های سرمایه‌ای دولت این رو تراز کرده بودجه رو، ولی در عمل خود اون یه مشکل هست. مشکل دیگر این است که این مقدار درآمدی که دولت از رهگذر نفت پیش بینی کرده قابل وصول نخواهد بود، در نتیجه راه زیادی جلوی پیش پای دولت نخواهد بود. دولت باید هزینه های خودش کم بکنه. در همین بودجه عرض کنم به اصطلاح انقباضی که همین الان هست، یعنی در برابر تورم 25% فقط 4% به ارزش اسمی بودجه اضافه شده، یعنی بودجه انقباضی است. در کنار این انقباض عرض کنم انقباض دیگری از رهگذر کسری بودجه باید حاصل بشه. دولت باید هزینه های خودش کم بکنه و اگر این کار را انجام بدهد ناگزیر رکود رو تقویت خواهد کرد. برخی کارشناسان سقوط قیمت نفت را تا بشکه 40 دلار را هم پیش بینی میکنند. اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند با چنین کاهش درآمدی دست و پنجه نرم کند؟ ملاحظه بفرمایید دولت در واقع تمام به قول فرنگی ها تمام تخمرخای خودش رو توی یه سبد قرار داده و اون سبد عبارت است از کنار اومدن با 5+1 در مذاکرات هسته‌ای. اگر از اون زمینه پیروز در بیاد، یعنی بتونه به توافقی برسه، در نتیجه گشایشی از نظر دلارهای محبوس ایران حاصل خواهد شد و دولت میتونه نفسی بکشه. در غیر این صورت، یعنی اگر اون مذاکرات به بن‌بست برسه، وضعیت اقتصادی ایران به شدت تحت منگنه خواهد بود و هر گونه فشار و کسری بودجه یا منجر به تورم خواهد شد، در صورت که دولت دست به بانک مرکزی ببره و اگر این کار را نکنه رکود موجود و بیکاری موجود رو تشدید خواهد کرد که در واقع اقتصاد ایران رو از نفس میندازه. به گفتگوهای هسته‌ای اشاره کردید. هر چقدر هم که درآمدهای نفتی ایران از محل قیمت نفت بالا برود، اگر قرار باشد بخش بسیار بزرگی از درآمد ناشی از آن در خارج بماند و به کشور باز نگردد، باز هم اقتصاد ایران با چالش‌های عمده روبرو خواهد بود. در حال حاضر مذاکرات برای 7 ماه دیگر تمدید شده و افق توافق ایران با قدرت‌های جهانی همچنان ناروشنه. حتی اگر توافق حاصل شود تحریم‌ها به سرعت برداشته نخواهد شد. با این حساب حل و فصل مسئله اتمی ایران تا چه اندازه می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشد؟ در این که کار دشوار هست شکی نیست و در این که قضیه بسیار پیچیده خواهد بود و آنی و دفعتی نخواهد بود، در این هم اصلا تردیدی نیست. برخلاف تقاضای دولت ایران که به تحریم ها به یک دفعه از راه برداشته بشه امکان پذیر نیست. در نتیجه اون خودش وقتی شروع بشود یک جریان احیانا چند سال است، ولی بستگی به این داره که دولت ایران در این زمینه بتونه توافق برسه. اگر توافق انجام گرفت از کنم مقدار آزاد شده از پولهای ایران قطعا بیشتر خواهد شد و تسهیلات دیگری هم براشون از بابت وارد شدن سرمایه های خارجی در ایران عرض کنم باز خواهد شد، فراهم خواهد شد، که این سبب میشه که بیکاری در ایران کاهش پیدا بکنه، تورم کاهش پیدا بکنه و دولت نفسی بکشه. تمامی در واقع امکانات دولت، تمامی تلاش های دولت متمرکز است روی اون یه برنامه معین. حتی برنامه های دیگری که در کنار این مذاکره با عرض کنم غرب برای مهار تورم و برای کاهش رکود در دست دولت بود، عملا هنوز در چنبره مجلس گیره. یعنی دولت بعد از یک سال اندی از شروع به کار از سر کار آمدن هنوز نتونسته اینها رو در دست اجرا بگیره. در نتیجه اقدامات محدود و معینی در زمینه کنترل پولی و انضباط مالی انجام گرفته. بقیه مواردی در اون بسته خروج غیر تورمی از رکود پیش بینی شده بود هنوز به تصویب هم نرسیده که دولت برای اجرا در دست بگیره. آیا مشخص است میزان طلب‌های نفتی ایران از مشتریانش که به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده چقدر است؟
غرب در حدود 100 میلیارد دلار رو تایید کرده است. در ایران تا رقم 150 میلیارد دلار گفته شده است. به این ترتیب رقمی است در حدود 100 تا 150 میلیارد دلار که رقم قابل توجهی است. فعلا ترتیبی که داده شده این است که ایران فقط بتواند ماهانه 700 میلیون دلار از اون درآمدهای مسدود خودش دریافت بکنه و در کنار اون البته در ازای فروش نفتی که به 9 کشور انجام میده از اونها پول نه به دلار و یورو بلکه به ارزهای محلی اونها دریافت کنه. در نتیجه ایران میتونه وارداتی در حدود 20 تا 24 میلیارد دلار از اون رهگذر به ایران انجام بدهد و در مجموع اگر حدود 10-15 میلیارد دلاری از رهگذر صادرات غیر نفتی داشته باشه و حدود 5 میلیارد دلار هم از رهگذر دارایی‌های آزاد شده خودش، از اینجا در مجموع در حدود 20 میلیارد دلار درآمد دلاری یورویی خواهد داشت. علاوه اون درآمد غیر یورویی که در حدود 20 تا 25 میلیارد دلار هست، این به زحمت کفاف واردات ایران رو میده و الا بیش از اون دست دولت بسته است. اقتصادی که در حدود حداقل 50 میلیارد دلار به واردات نیاز داره و اگر اینا انجام نگیره رکودش تشدید خواهد شد، فعلا در چنین مشکلی گیر کرده. در نتیجه دولت تلاش خودش رو خواهد کرد و میکنه که به هر ترتیبی از این مذاکرات پیروزمند از آب در بیاد، پیروز به این معنی که بتونه به توافق برسه. در کوتاه مدت دولت حسن روحانی در برابر کاهش ناگهانی قیمت نفت چه گزینه هایی رو پیش رو دارد؟ ببینید، گزینه های دولت محدود است به عرض کنم دو راه. راه اول این است که دولت ناگزیر باید هزینه های خودش کم بکنه و این هزینه ها با عرض کنم طلبکارانی که دولت ایجاد کرده است در داخل کشور، یعنی کسانی که از این بودجه دولتی سهم میگیرند، خیلی از اینا قابل دست زدن نیستند و نهادهای نیرومندی هستند که نیازهای پدید آوردند. در شما وقتی به اقلام این بودجه وجود نگاه بکنید، ملاحظه بفرمایید حتی اقلامی که به نظر ضروری نمیرسند، اقلام بسیار کلانی هستند که دولت توان کم کردن از اونها رو نداره. این از یک سو، یعنی در این بودجه دولت امسال داره متجاوز از 2 تریلیون تومان هزینه از کنندم دستگاه تبلیغات اسلامی است و در حدود 25 تریلیون تومان هزینه دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی است و در مجموع 1 تریلیون تومان اختصاص داده شده به ایجاد مشاغل برای این همه جوان بیکار. خب در چنین وضعیتی نشون میدهد که دولت توان کم کردن از اونها رو نداره، یعنی دولت سیاست های جا افتاده چند ده سال گذشته جمهوری اسلامی رو در این زمینه ادامه میده. در دولت احمدی نژاد هر وقت دچار کمبود میشد دولت دست میبرد به بودجه های عمرانی و از رهگذر هزینه کردن بودجه های عمرانی حقوق کارمندان رو میپرداخت. ناگزیر این یکی از اون راه هاست، ولی این دولت گفته است که هزینه های عمرانی رو کم نخواهد کرد. اون دولت از صندوق بانک مرکزی استقراض میکرد، این دولت گفته است این کارم نخواهد کرد. اگر این کار رو نکنه راه دیگری نمیمونه جز این که باید هزینه ها رو کم بکنه، ولی کم کردن هزینه ها عملا به این رکود بسیار سنگین و گرانی که در ایران هست دامن خواهد زد و مشکلات ایران رو بیشتر خواهد کرد و اقتصاد ایران همچنین که هست و بیشتر از این پا در گل خواهد موند. اقتصاد ایران که 2 سال پیاپی را در رشدی زیر صفر به سر برده و همچنان از معضلاتی مانند تحریم‌های بین‌المللی و پایین بودن درآمدهای ناشی از کاهش قیمت نفت دست و پنجه نرم می‌کند، توانسته به گفته مقامات دولتی به رشدی بالاتر از صفر و در محدوده مثبت دست یابد. حسن روحانی هم رسماً اعلام کرده که اقتصاد ایران از رکود خارج شده. آیا شاخص‌های اقتصادی نشان از خروج اقتصاد ایران از رکود دارد؟ نه قربان، ببینید این داستان اون بیماری است که قرار بود نسخه ای رو بپیچه و مصرف کنه و حالش خوب بشه، هنوز نسخه رو در دست نگرفته و نپیچیده، بیمار اعلام میکند که حال من بهتر شده. در نتیجه این حرفا قابل اعتنا نیست.
چون در ایران دستگاه آماری مستقل وجود نداره و دستگاه آماری تابع نیازمندی های دولت، هر آماری که اونا نیاز دارن اونا دارن میسازن و میدن بهشون. به این ترتیب من هیچ دلیلی نمیبینم که اقتصاد ایران در واقع از رشد منفی بیرون آمده باشه، برای اینکه تمام اطلاعاتی که به دست میرسه این است که کارخانجات بیشتری بیکار شدن، کارمندان دیگری، کارگران بیشتری بیکار شدن و از آغاز به کار این صنایع تعطیل شده اطلاعی به دستمون نمیرسه. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم در ایران جریان رشد برگشته. بونگهی در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران حتی رشد 2-3% اگر هم انجام بگیره این در واقع رشد نیست، به خاطر اینکه در این اقتصادها ظرفیت‌های تکمیل نشده خیلی زیاده، برخلاف اقتصادهای پیشرفته مثلا در اقتصاد آمریکا، انگلستان 2-3% رشد محسوب میشه، در حالی که اقتصاد ایران حداقل باید 5-6-7% باشه که این آغاز رشد باشه، برای این هنوز ساختارهای اقتصاد ایران اشباع نشدن. به این ترتیب دولت تلاش میکنه، آرزو میکنه، ولی هنوز اقدامی که بتواند اقتصاد ایران رو از رکود بیرون بکشه به عمل نیومده. پس به نظر شما آمارهایی که دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور ارائه می‌دهد واقعی نیست؟ ببینید دولت رو از کجا می‌شود ارزیابی کرد؟ یک از سخن گفتنشون، دیگر عمدتاً در عمل کردنشون. در واقع نقشه راه دولت، نقشه راه مالی دولت، بودجه دولت. ما در بودجه دولت هیچ چنین چیزی رو نمی‌بینیم که دولت قصد داره این ساختارهای معیوب پدید آمده در اقتصاد ایران رو عوض کنه، درست در همون جهتی که قبلا بوده ادامه پیدا میکنه. ولی در همون زمان رئیس دولت مثلا در دانشگاه صحبت از تسلط سپاه به اقتصاد میزنه، صحبت از فساد میکنه، صحبت از یکی شدن قانون و تفنگ و پول رو عرض کنم این حرفا میکنه که عملا دانشجوها رو به وجد در بیاره، به شورا بکشن، ولی در همون زمان شما نشون در بودجهشون ردپایی از هیچ اقدامی که برای مبارزه با فساد باشه نمیبینید، برای قطع انحصار باشه ملاحظه نمی کنید، هیچ برنامه‌ای هم که تاکنون اعلام شده باشه چگونه میخوان این ساختارهای انحصاری و مافیای اقتصادی ایران رو تعویض بکنن نمیبینید. یعنی همین چند روز پیش قانونی در مجلس مطرح شده است دائر بر این که از نهادهای زیر نظر زیر کنترل رهبری مالیات گرفته بشود، ولی درست روز بعد از طرح این استثناها مطرح شده که مثلا عرض کنم ستاد اجرایی فرمان امام یا آستان قدس رضوی از این مالیات ها که بزرگترین کنسرن های اقتصاد ایران هستند اینا معاف بشود. به این ترتیب باید دید که از به اصطلاح این کوه چه موشی میزاد و چه نتیجه‌ای در عمل حاصل خواهد شد. یکی از چالش های عمده اقتصاد ایران مسئله فساد و تخلفات مالی گسترده است که هر روز ابعاد تازه ای از اون منتشر میشه. پرونده هایی مانند فساد مالی 3000 میلیاردی بیمه ایران و پرونده بابک زنجانی و حالا تخلف 12000 میلیاردی. توان دولت 11 برای سامان دادن به نابسامانی های مالی به جای مانده از دو دولت گذشته چقدر است؟ همه این بستگی به این دارد که دولت در این مذاکرات هستی چه اندازه واقع بینه به خرج بده و به چه توافقی برسه، در جوار اون چه برنامه هایی رو دولت میخواد اجرا کنه. برنامه کوتاه مدتی که تحت عنوان بستگی خروج غیر تورمی از رکود داده، این برنامه ایست کوتاه مدت و در واقع به اصلاحات جزئی نظر داره، مشکلات ساختاری ایران رو حل نخواهد کرد. منتها اقتصاددانان و دولت اعلام کردند که در کنار اون برنامه های دیگری رو که در برنامه های بلند مدتی هستن تدوین خواهند کرد. منتها الان بعد از یک سال اندی از سرکار آمدن دولت اصولا این برنامه ها باید با سرکار آمدن دولت همزمان می بود، تا کنون چیزی ارائه نشده. اگر برنامه ای برای اجرا نداشته باشن به گفت که این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد، فسادها سر جای خودش خواهد ماند،
ساختارهای مافیایی و عرض کنم انحصاری دست نخورده باقی خواهند موند. ولی اگر قرار به تغییر اینا، اصلاح اینا باشه، باید برنامه هایی رو که دولت میخواد اجرا کنه ببینیم که تا کنون حتی تلیه ای از اونا وجود نداره. با سپاس از آقای دکتر حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه که از بورنموث بریتانیا با ما همراه بودند. از شما بینندگان ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این ویژه برنامه خبری برای کسانی که موفق به پخش زنده آن نمی‌شوند در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com موجود است. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما که نشانی آن را در روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و تندرست باشید.